اجازه بده در مورد هم صحبت‌های خانم بهار صبا صحبت بکنیم، ببینیم که فرازهای شهادتش چه بود امروز و همین صحبت‌ها که الان کرد. صحبت‌هایی که الان کرد که در مورد کودکان بود که خب این میشه گفت بنابر قوانین بین‌المللی جنایت در جنایت اتفاق افتاده، به خاطر اینکه این افرادی که توسط گلوله‌های ساچمه‌ای ساچمه‌های فلزی آسیب دیدن زیر 18 سال بودن، کودک محسوب میشن. خب می‌دونیم که ایران یکی از معدود کشورهایی هم هست که افراد زیر 18 سال رو، مجرمان زیر 18 سال رو که کودک مجرم خونده میشن هم اعدام میکنه، یعنی صبر میکنه اونها به سن 18 سالگی میرسن و اعدامشون میکنه، که این واقعا چند میثاق بین المللی رو نقض میکنه، میثاق هایی که ایران هم از امضا کنندگان اونها هست، از جمله کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. اما بخش دیگری از صحبت‌های بهار صبا، حقوقدان و پژوهشگر حقوق بشر، معطوف بود به اونچه که توسط نیروهای لباس شخصی اتفاق افتاده در اون روزهای اعتراض آبان، و اون هم این بود که او گفت که این نیروهای لباس شخصی که اصلا معلوم نبود که به هر حال از مردم معترض هستن یا نیروهای حکومتی ولی در حقیقت وابسته به حکومت بودن، دست به تخریب اموال عمومی زدن و آتش زدن. ببینین این چیزهایی که داره الان مطرح میشه در دادگاه، این ابعادی که داره روشن میشه، ادعاهای مقامهای جمهوری اسلامی رو رد میکنه، برای اینکه در تمام این دو سال بارها اونها بودن که مطرح میکردن که در حقیقت معترضا بودن که دست به اعمال خشونت آمیز زدن، آتش زدن، اموال عمومی رو تخریب کردن و این اتهامها رو علیه بازداشت شده ها هم مطرح کردن، ولی الان حقایق دیگری داره روشن میشه در این رابطه. جزئیات داریم در این زمینه که باز هم به تو برخواهیم کرد و با همدیگه صحبت خواهیم کرد.